درود بر شما. این منحنی زیبایی که شما اینجا مشاهده میکنید به اون منحنی لیساژو میگیم. این منحنی حاصل ترکیب دو تا حرکت نوسانی ساده هم. شکلهای بسیار زیبایی رو بر ما ایجاد میکنن. ولی ما به زیبایی اینا چندان کار نداریم. ما به کاربرد اینا تو علم الکترونیک کار داریم. علاوه بر الکترونیک توی ریاضی، فیزیک و سایر علوم هم استفاده میشن. من اسیلوسکوپ رو خاموش میکنم تا صدای فنش ما رو اذیت نکنه. در ادامه روش ساخت این رو به طور کامل براتون خواهم گفت. ولی منحنی لیساژو چیه؟ منحنی لیساژو حاصل ترکیب دو تا حرکت نوسانی ساده با فرکانس و فازهای مختلفه. حالا این حرکات چی هستن؟ مثلا حرکت یک آونگ یا دو تا آونگ یا نوسان توی مدارات الکترونیک، مثلا دو تا فرکانس داخل مدار در حال حرکت. وقتی با هم تداخل کنن این امواج رو تولید میکنن. یه مثالی براتون میزنم. شما فرض کنید کنار یک دریاچه یه سنگ رو داخل آب میندازید. موجی که ایجاد میکنه خیلی زیباست. حالا اگر شما سنگ دیگه‌ای پرتاب کنید کمی اون طرف‌تر، این دوتا موج با هم تداخل میکنن. این تداخل شکل‌های خیلی زیبایی رو ایجاد میکنه. اینها همین منحنی لیساژو هستن. ما توی الکترونیک هم برای تحلیل سیگنال‌ها از همین منحنی لیساژو استفاده میکنیم. مثلا اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان تو مدارهای RC یا تو مدارات تشدید یا رزونانس، که ما میدونیم مدارات تشدید تو یک فرکانس خاصی سیگنال ورودی رو تشدید میکنن، مثل فیلترها، نوسان‌سازها، تقویت کننده ها. ما به کمک منحنی لیساژو میتونیم اونا رو محاسبه کنیم. مثال های خیلی زیادی وجود داره، مثل حرکت الکترون ها توی اتم. حرکاتی که انجام میدن و تداخل اونها منحنی لیساژوه. امواج رادیویی RF وقتی ارسال میشن و با هم تداخل میکنن بازم این منحنی ها رو تولید میکنن. حتی صدا وقتی امواج صوتی هم با هم برخورد میکنن با فرکانس های مختلف این منحنی ها تولید میشن. حتی نور هم میتونه این منحنی ها رو ایجاد کنه. خب حالا چجوری میتونیم به کمک اسیلوسکوپ و فانکشن جنراتور این منحنی ها رو ایجاد کنیم؟ من از ابتدا براتون شرح میدم. ما نیاز به یک فانکشن جنراتور داریم که دو کاناله باشه و یک اسیلوسکوپ. اسیلوسکوپ کانال 1 و 2 داره. در کنارش نوشته X, Y. این دوتا خیلی مهمن. فانکشن جنراتور رو موج سینوسی تنظیم شده. فرکانس 1 کیلوهرتز. دامنه 5 ولت. پس شما در حالت عادی هر دوتا سیگنال رو روی هم میبینید. یکی از سیگنال ها رو حرکت میدم. پس این دوتا سیگنال رو ما داریم. الان سیگنال ها روی هم قرار گرفتن. حالا من سیگنال کانال دوم رو 1 هرتز اضافه میکنم. دقت بفرمایید. اینجا چیزی که دیده میشه یک سیگنال از روی سیگنال دیگه داره رد میشه. کمی فرکانس رو بالاتر میبرم. الان سرعت بیشتری داره. این در حالت عادی اسیلوسکوپه. حالا ما میخواییم اسیلوسکوپ رو به حالت X, Y ببریم. بس تو بخش پوزیشن دکمه منو رو میزنم. چیزی که ما میبینیم حالت YT هستش. رو این دکمه میزنم. میام رو حالت XY. چیزی که شما الان اینجا میبینید منحنی لیساژو هست. فرکانس رو کم میکنم. الان یک کانال 1 کیلوهرتز، کانال دوم 1001 هست. حالا فرکانس رو افزایش میدم به آرامی. حالا اگه دوتا فرکانس یکسان بشه، شما همچین خطی رو خواهید دید. یعنی دوتا منحنی ها روی همدیگه قرار گرفتن. حالا به جای اینکه فرکانس رو 1 یا 2 تا بالا ببرم، میخوام 100 تا 100 تا افزایش بدم. این شکلی جاد میشه. 200 300
4 سن 5 سن یعنی یک کانال 1 کیلوهرتز، کانال دوم 1500 هرتز یا 1.5 کیلوهرتز. 6 سن 7 سن 8 سن 9 سن. حالا دو برابرش میکنم. الان فرکانس کانال اول 1 کیلوهرتز، فرکانس کانال دوم 2 کیلوهرتز است. بازم افزایش میدم. 3 کیلوهرتز، 4، 5، 6، 7، 8 و همینطور میتونم ادامه بدم. کمش میکنم. رو 2 کیلوهرتز. حالا میزان فرکانس رو یکی بالا میبرم. بیشترش میکنم. 3 هرتز بالاتر بردم. 3 کیلو هرتز هست. 1000 تا افزایش دادم. این 4000 تا. پس چیزی که در تولید این منحنی ها موثره یکی فرکانس، دامنه و فاز هست. من هنوز فاز رو هیچ تغییری ندادم. پس ما الان فرکانس رو یاد گرفتیم. حالا میخوایم فاز رو تغییر بدیم. پس دوباره فرکانس ها رو یکسان میکنم. الان هر دوتا فرکانس روی 1 کیلوهرتز هست. حالا میخوام زاویه فاز کانال دو رو تغییر بدم. شما میتونید زاویه فاز کانال یک رو هم تغییر بدید. اشکال مختلف و زیبایی تولید میشه. بس من فعلا رو کانال دو هستم. رو دکمه فیز میزنم. 10 درجه، 20، 30، 40. این 90 درجه. بس یک دایره کامل ایجاد میشه. حالا در حالت عادی ببینیم. رو دکمه اوتو میزنم. همونطور که میبینید فرکانس اول با فرکانس دوم 90 درجه اختلاف فاز داره. هر دوتا 1 کیلوهرتز هستن. دوباره اسیلوسکوپ رو میبرم تو حالت XY در بخش پوزیشن. شاید در اسیلوسکوپ شما جایی منو فرق کنه. در بخش پوزیشن منو حالت XY. وقتی زاویه فاز روی 90 هست حالا میخوام فرکانس رو تغییر بدم. 1 هرتز افزایش میدم. 2 3. زوم رو بیشتر کردم. خب همونطور که مشاهده میکنید با تغییر فرکانس و زاویه فاز شکل‌های بسیار زیبایی ایجاد میشه. حالا اگه بیام دوباره زاویه فاز رو صفر کنم، پس رو دکمه فیز اول افزایش بدم. این 180. دوباره صفرش میکنم. این صفر است. فرکانس رو تغییر میدم. الان نسبت فرکانس 1:3 هستش. پس شما تقریبا اینجا 3 تا دایره میبینید. نسبت رو افزایش میدم. 4 5. سرعت گردش این روی مقدار فرکانس پایینه.
یعنی الان فرکانس کانال دوم 5002 هست. حالا به عنوان آزمایش آخر فرکانس کانال یک رو تغییر میدم. برمیگردم کانال یک. دقت بفرمایید جهت حرکت تغییر میکنه. حالا زاویه فاز کانال یک رو تغییر میدم. فیز. روی 90 درجه. فرکانس رو افزایش میدم. پس دیگه متوجه شدیم برای اینکه بتونیم اشکال مختلف رو تولید کنیم باید فرکانس و زاویه فاز رو تغییر بدیم. حتی تغییر دامنه هم باعث میشه که ما بتونیم شکل متفاوتی ایجاد کنیم. کاربرد این اشکال فقط زیبایی اونها نیست، خیلی از هنرمندها از این اشکال ایده میگیرن، ولی برای کار ما برای محاسبات هستش. حالا اسیلوسکوپ رو تو حالت عادی میذارم، رو دکمه اوتو میزنم. چیزی که ما داریم میبینیم اینه. دلیلش اینه که الان تریگر تنظیم نیست و این حالت رو داره به ما نشون میده. باید تریگر رو کانال دو ببرم. الان فرکانس کانال دو بیشتر از کانال یک است و چون تریگر رو کانال دو تنظیم شده، کانال یک به صورت متحرک دیده میشه. خب اگر این ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم که عضو کانال من بشید تا اعلان ویدیوهای بعدی براتون نمایش داده بشه. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.